درود به همیهنان عزیز، امروز چهارشنبه 10 مهر با خلاصه اخبار اوتودی در خدمت شما هستم. مردم معترض به فساد مالی مقامات عراق و دخالت‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف این کشور تجمعات اعتراضی برگزار کرده و تعدادی از اماکن دولتی را تصرف کردند. انتقاد مارک دوباویز به پیام تبریک پرزیدنت ترامپ به مناسبت 70 سالگی جمهوری خلق چین: نه، برای من مهم نیست که رؤسای جمهوری قبلی چه گفتند. تبریک 70مین سالگرد به زی و همان بدی تبریک 40مین به خامنه ای است. پیتر ناوارو مشاور تجارت ترامپ در گفتگو با فاکس بیزنس اظهار داشت که استیضاح در واقع یک کودتا علیه ترامپ است. او دموکرات‌ها را با اطلاعات سپاه استالین مقایسه کرده و می‌گوید آنها از ایران، روسیه و چین بدتر هستند. در حالی که جمهوری اسلامی اعلام می‌کند دارو تحریم است، محموله 160 تنی دارو و تجهیزات درمانی هلال احمر به عراق برای مراسم 40 ارسال کرده است. نازنین زاغری که 3 سال زندان خود را پشت سر می‌گذارد در نامه‌ای نوشت: کشور من هفته گذشته مرا در ازای مبلغ هنگفتی که مطالبات سیاسی خودش است به حراج گذاشت. صفیان سامرایی سردبیر بغداد پست اعلام کرد با دستور مستقیم ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق، اینترنت بغداد و شهرهای ناآرام قطع شد. گزارش‌های رسیده به آباتودی حاکی از آن است که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه تروریستی قدس در بغداد مسئولیت اتاق سرکوب تظاهرات شیعیان را بر عهده گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند نیروهای وابسته به رژیم ایران ارتشیان عراق را که به مردم پیوسته‌اند هدف قرار می‌دهند.